سلام میکنم خدمت شما عزیزان، بار دیگه در خدمت آی دکتر علی حیدری هستیم، متخصص ارتودنسی دندانپزشک و متخصصی ناهنجاری های فک و صورت. خوب هستین؟ خیلی ممنون، مرسی که تشریف آوردین دوباره. خواهش میکنم، متشکرم، مرسی. یه سری اطلاعات میخوام آقای دکتر راجع به خب نقش لیزر، میخوام ببینم که نقش لیزر توی دندان پزشکی و ارتودنسی به چه نحو است، چون میدونم که سری روش های خیلی جدیدی اومده. خب خیلی ممنون مجدد از تشریف فرمایی شما. خواستم یه سری روی لیزر، کاربر لیزر در کار دندان پزشکی و ارتودنسی بهتون بگم. خب همونطور که میدونید کار لیزر تو پزشکی خیلی وقته که خب تمام چیز مردم میدونن، مخصوصا توی کلینیک سانفرس که ما خب لیزرهای قوی پزشکی داریم برای برداشتن مو، برداشتن خال و کارهای پزشکی و زیبایی که داشت. ولی کار لیزر دندان پزشکی به هر حال یه جدید، علم جدیدی حدود 10 سال اخیر معرفی شده و منم به عنوان یکی کسی که مستر این دوره حالا فوق تخصصی این کارو دیدم، در این باره میخوام که یک سری فواید این کار لیزر توی دندان پزشکی بهتون معرفی بکنم. به طور خلاصه حالا لیزر توی کار دندان پزشکی به دو دسته بافت نرم، یعنی بافت زبون، لثه، گونه ها و حالا دور لب تقسیم بندی میشه و یکم بافت سخت برای برداشتن استخون، دندون تراشیدن حتی و حالا کارهای مربوط به ایمپلنت. بافت نرم منظورتون داخله؟ داخل یعنی لثه ها، داخل گونه ها یا بیرون لب برای تبخال که بهتون میگم مثلا. چه جالب. بله بله، به این دو دسته تقسیم میشه. خب ما به یه مقدار کارامون بیشتر فوکوس هست روی لیزر بافت نرم که اینجا یک سمپلش هم چیز مشاهده میکنید، یک دستگاه بسیار بسیار مؤثر. به هر حال لیزر یه سری مزایای بی‌نظیری داره توی کار دندون پزشکی. مثلا یکی از چیزهایی که ما حالا به عنوان مثال اول به شما بگم، ما در افرادی که یه مقدار پوستشون تیره تر هست و برونزه تر هستن، یه مقدار تیره هستن، تجمع یک سری رنگدان ها به اسم ملانین توی صورتشون، پوستشون و همچنین توی لثه شون زیاده که بهش میگیم هایپر پیگمنتیشن. که اینو ما خیلی ها مثلا به قول من مراجعه میکنن که آیا هر راه حلی داره آقای دکتر؟ بله، راه حلش الان در حال حاضر و بهترین راه حلش و سیفترین راه حلش که بدون خونریزی، بدون درد، بدون نیاز به آنتی بیوتیک و غیر انجام میشه، همین کار لیزر که ما استفاده میکنیم، لیزر بافت نرم. ما در یک جلسه 10 الی 15 دقیقه هر دو فک و اون بافتای تیره لثه رو برمی‌داریم و بعد از حدود دو هفته یک لثه نرمال و صورتی به بیمار میدیم. همونطوری که گفتم این کار حدود 4-5 سال هم چیز داره، دوام داره. 4-5 سال یعنی میمونه؟ میمونه. بعد از اونم ممکنه یک ریتاچ خفیف بخواد در 10-15 دقیقه که گفتم و همیشه مریض از اون فرم لثه و خندش راضیه. به اعتماد به نفس. بله بله، خیلی از مردم هستن که خندهشون مثلا زیباست، دندون ردیف دارن از کار ارتودنسی میدن، ولی لثه هاشون خب خوشرنگ نیست و برای همین میان برای مثلا پلان یا آره لیکن پلان، برفک های قارچی، لوکوپلاکیا، اینا هستش که قبلا باستم اینم چیز نبود که ما با چند جلسه، یعنی 3-4 جلسه مریض باید بیاد که ما با اشعه‌ای که میدیم بهشون. البته این لیزر، بحث لیزر خیلی بحث خیلی مفصلیه، این یعنی الان لیزر کم توان بهش ما میدیم. البته لیزر پرتوان یه جراحی میکنه، یعنی مثلا بافت لثه رو برمیداره مثلا، و لیزر کم توان که همین کاره مثلا تبخال و اینا زیبایی داره. آیا تو درد نداره؟ نه اصلا. البته ما بی‌حسی که میزنیم برای دندون پزشکی، ولی اصلا درد نداره. بعد از اونم اینقدر سریع زخمش خوب میشه و بهبود سریع داره که ما بسیار بسیار میگم مثلا مزایای قابل توجهی که لیزر داره واقعا بی‌نظیره، بی بدیله به قول. پس متدهای زیبایی داره هر روز 100% بیشتر و بهتر میشه. یه سری کارهایی که ما توی مثلا ارتودنسی انجام میدیم، حالا بهتون میگم، اینه که ما مثلا بیماری میاد بعد از ارتودنسی تموم شد، لول لثه با هم برابر نیست، مثلا میخنده یک دندون بالای یک دندون پایین لثه‌اش. خب میگم اینا همه راه حل داشت. خب مثلا میفرستادیم پیش جراح مثلا اینو برداره، بخیه بزنه، پانسمان جراحی، خیلی داستانا. ولی الان توی یک جلسه واقعا 10 دقیقه ما اون هلال لثه رو هم سطح میکنیم و بیمار خنده خیلی نرمال و خیلی خوب بهشون میدیم.
یه مورد دیگه دندون های نهفته است، مثلا دندون نیش نهفته است، باز هم ما اینم روش بازم فرستادم به مثلا اتلاف وقت بیمار بود، بره یک مطب دیگه برگرده جراحی بکنه، بخیه بزنه، پانسمان بزنه، نه دیگه الان ما با همین لیزر این چیز روی دندون رو برمیداریم و اون مثلا براکت اردونسی میچسبینیم و همون جلسه انجام میدیم. یکی از مزایایی که لیزر داره به خاطر اینکه لیزر تمام میکروارگانیسم ها و تمام باکتری ها رو میکشه، برای همین ما نیاز به هیچ گونه آنتی بیوتیکی نداریم بعد از کار جراحی. با اینکه جراحیه، با اینکه مثلا لثه برداشته میشه یا استخون برداشته میشه مثلا تو بافت سخت، ولی چون لیزر اون چیز آنتی بیوتیکا رو، یعنی چی میگم، میکروارگانیسم ها رو میکشه، برای همین نیاز به هیچ گونه آنتی بیوتیکی نداره. مریض به راحت ترین وجه از مطب خارج میشه و بعد از شاید یک هفته برمیگره با نمای کاملا خوب و نرمال، حالا جراحی شده یا لثه، برمیگرده پیش ما. یکی دیگه از مزایای خیلی مهم لیزر دردهای مفصل فکی. خب این هم یکی از چیزهایی که ما خب باهاش خیلی چلنج داشتیم. حالا به هر حال دردهای مفصل نیاز به یک چیز مشاوره خیلی خوب داره، روابط دندونا رو باید ببینیم، روابط فکی رو ببینیم، چیز مسائل شغلی استرسی که چقدر مثلا دندونات کلنچینگ داره، گرایندینگ داره و اینا رو همه رو مثلا بررسی می‌کنیم. ولی خب تا قبلا مثلا هر بیماری که وارد مطب می‌شد حالا دندون پزشکان بهش یه نایت گارد یا گاردی میدادن، شب برو استفاده کن مثلا ببین چی میشه. نه اصلا این داستان دیگه واقعا هست. الان با لیزر کم توان، همون لو لول که عرض کردم، ما در عرض 4 جلسه تا 6 جلسه که میاد و ما اشعه لیزر رو میتابونیم به همین مفصل فکیش با توان خاصی که داریم، ما اون پروتکلی که داریم، بعد از 6 جلسه 4 جلسه دندون، یعنی چه فکش کاملا به حالت عادی برمیگرده دیگه، اون درد رو نداره، میتونه قشنگ فکش رو باز کنه. از مریض شاکی هم من دو بند انگشت نمیتونم باز کنم بخاطر مسئله فک، کم کم این چیز میشه. آره لیزر خیلی به قول معروف در این مورد بسیار بسیار مهمه. در مورد لیزر بافت سخت حالا یه توضیح بدم. خب در بافت سخت ما لیزر داریم، ما میتونیم با لیزر بافت سخت دندون بتراشیم. خب یعنی مثلا بیماری هستش که از این دستگاه دندون پزشکی میترسه، مثلا صداهای توربین و کارهای دندون پزشکی که هممون میترسیم واقعا خود ما مثلا میترسیم. منتها این لیزر بافت سخت میتونه که قشنگ دندونا رو بتراشه و صدایی هم نداره، صدای خاص خود لیزر رو داره دیگه، تیک 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 صدا میداره، هم صدایی که تو لیزر مثلا پوست شما میشنوین، یعنی اونجوری تراشه مثلا چیز نداره. خب این خیلی مزیت مهمیه. و حالا مزیت های مهمش هم توی ایمپلنت گذاشتن و حالا مثلا سینوس هایی که مثلا خیلی پایین هستن، حالا اون کارهایی دیگه تخصصی جراحیه که مثلا بازم جراح باید انجام میده با روش های خیلی اگریسیو و اینا، ولی با لیزر خیلی با روش کانسرواتیف و محافظه کارانه میشه مثلا اون سینوس ها رو برداشت، یعنی بالا برد و غیره. به هر حال به عنوان کسی که حالا ما از چیزش میگیم، همونطور که در مورد لیزرهای دندون پزشکی هم هست، باید ما تمام سیفتی لازم رو رعایت بکنیم. اتاق باید کاملا ایزوله باشه، اون اشعه مورد اشعه به عنوان یک آفیسر لیزر که من حالا چیزشو دارم، باید حتما ما خیلی پروتکل های همون چیزی که در مورد لیزر پزشکی رعایت میشه، در مورد پزشکی، در مورد دندون پزشکی هم رعایت بشه. عینک های مخصوص، عینک های پروتکتیو روی مثلا صندلی دندون پزشکی به بیمار داده میشه و کار انجام میشه و بسیار عالی، این مریض با رضایت کامل از مطب ما میره. عالی. آقای دکتر، راجع به اون بافت سخت که گفتیم که حالا فشار میدن رو اینها، منظورتون کسایی هستن به علاوه اون کسایی که نمیتونن دهانشون رو باز بکنن، فکشون رو باز بکنن، کسانی هم که دندون قروچه دارن شبها یا دندوناشون رو خیلی به هم فشار میدن، حالا اگر مشکل استرس و استرابو بذاریم کنار، آیا این هم با همین جریان لیزر درمان میشه یا نه؟ نه، با همون نایت گارد. چون بالاخره مریض چیز گرایندینگ داره، کلینچینگ داره، پس این به اون ربط نداره. ولی اونی که من میگم ثانویه به اینه، یعنی گرایندینگ میکنه بیمار بعد مفصلش درد میگیره. خب ما این دوتا فرق، آره
ولی یکی هم هست که اصلا گرایندینگ نداره، اوکلوژنش و روابط دندوناش هم عالیه، ولی میگه من درد مفصل دارم، کلیک دارم، صدای پاپینگ میگه و یا نمیتونم دهان باز کنم. ما همه چیزا چک میبینیم چه بعد دیگه وارد فاز لیزر میشه. ولی اونی که گرایندینگ داره حتما نیاز به یکی نایت گارد داره، چون که باید ریپروگرام بشه دندونا. اگر سوالی هستش؟ نه، من همین سوال رو داشتم و فکر میکنم که بسیار هم عالی و آموزنده بود مثل همیشه. خیلی ازتون ممنونم. خیلی ممنون. مرسی از شما که نگاه کردیم و گوش دادیم. متشکرم. مرسی.